جامعه شناسی روحانیت شیعه و تلاش میکنم تصویری جامعه شناختی از رفتارهای روحانیت شیعه در خدمت شما به شما تقدیم کنم. در برنامه‌های گذشته وجوهی از رابطه روحانیت با جامعه بزرگتر رو و نگرش‌های اجتماعی اونها رو، رفتارهای اجتماعی اونها رو، وجوهش رو خدمتتون توضیح دادم. در این برنامه بحث من در مورد نحوه رفتار دیوان سالاری شیعی هست در پهنه عالم فراتر از ایران. اینها یک نگاه حکومت جهانی اسلام دارند و من در این برنامه تلاش میکنم نشون بدم که برای رسیدن به این حکومت جهانی اسلام اینها چگونه رفتار کردند و امروز چگونه رفتار میکنند. در هفته گذشته خبری که توجه همه رو در ایران به خودش جلب کرد مسئله گورخوابی است. گورخوابی بدین معناست که بخشی از افراد بی خانمان به گورها پناه ببرند و شبها رو در قبرستانها به سر کنند. در ابتدا برخی از مقامات جمهوری اسلامی مثل وزیر کار آقای ربیعی اعلام کردند که تعداد گورخوابها چیزی در حدود 5 تا 8 نفر بوده. بعد یکی از رسانه‌های داخلی گزارشی رو تهیه کرد و در اون گزارش اعلام شده بود که تعداد گورخواب‌ها چیزی در حدود 50 نفر هست. بعد از اون یکی دیگر از مقامات مسئول جمهوری اسلامی اعلام کرد که چیزی در حدود 7500 نفر در تهران گورخواب هستند. این از مجموعه آمار رسمی است که داده شده. در تهران چیزی در حدود 15000 نفر افراد بی خانمان کارتون خواب وجود داره. میگن حدود 7000 نیمی از اینها، 7500 تاشون در شبها رو در قبرستان ها به سر میبرند. آمار سراسریش هم چیزی در حدود 150 هزار نفر هست. البته بحث من در اینجا در مورد این پدیده نیست. این رو باید به شکل مستقل در جاهای دیگر بحث کرد که اصولا چرا یک جمعیتی در داخل کشور باید بی خانمان باشن و در گورها بخوابن، در کارتون‌ها بخوابن. بخشیشون زنان هستن، بخشی از اینا کودکان هستن. یه موزل عجیب و غریبی است در داخل کشور. اما من در این برنامه از منظر موزل اجتماعی به این موضوع نمیخوام بپردازم. از این منظر میخوام بپردازم که متاسفانه نهادهای مذهبی در ایران، مساجد، امامزاده ها، حسینیه ها در فصل زمستان، در شبهای سرد، درهاشون به روی این افراد بسته است. خب، این به چه معنی است؟ این به این معنی است که نهادهای مذهبی در ایران، دیوان سالاری مذهبی، اصولاً جنبه خیرخواهی، اصولاً جنبه کمک به انسانها رو نداره. در دیگر نقاط دنیا، نهادهای مذهبی بالاخص در دین مسیحیت، کلیساها تلاش میکنن با تأسیس مدرسه، با تأسیس درمانگاه، بیمارستان، پناهگاه برای افرادی بیپناه، دادن غذا، آشپزخانه هایی دارند که به افراد گرسنه غذا میدند. در همه جای دنیا، در همه جای عالم هم هست. این در آفریقا هست، در ایالات متحده هست، در اروپا هست. موارد بسیار زیادیش رو خود من دیدم، رفتم با چشم اینها رو مشاهده کردم. در همین شهر نیویورک سیتی، در شهر نیویورک، شما اگر گرسنه باشید به هنگام ظهر شاید ده ها در همون منطقه که ایستادید میتونید ده ها بهش میگن سوپ کیچن، آشپزخونه هایی که سوپ میدن به افراد گرسنه، میتونید ده ها موردش رو بالاخص در کلیساها پیدا کنید و افراد فقیر میتونن از این امکانات استفاده کنن. گرچه هیچ ضرورتی نداره در ایالات متحده افرادی که توانایی مالی نداشته باشن به اینها کارت غذا میدن، دولت فدرال کارت غذا میده و اینها میتونن غذا تهیه کنن. حالا فراتر از این اگر کسی اطلاع نداشته باشه یا نتونه از این کارت غذا استفاده کنه به هر دلیل، مهاجر باشه، مدارکش درست نباشه، اینها میتونن برن و از این امکانات استفاده کنن. نهادهای مذهبی علاوه بر
تبلیغ مذهب، علاوه بر کارکردهای معمول نهادهای مذهبی مثل مسئله برانگیختن معنویت یا التیام بخشی در شرایط رنج و در انواع و اقسام کارکردهایی که نهادهای مذهبی میتونن داشته باشن، کارکردهای عرفی هم دارن، کمک به مردم. در ایران اصولا روحانیت شیعه و نهادهای مذهبی که تحت روحانیت شیعه شکل گرفته، اینا اصولا ربطی به خدمات عمومی ندارن، قرار نیست به مردم کمک کنند. وگرنه در ایران امروز چیزی در حدود 60,000 مسجد وجود داره که در این مساجد بالاخص در فصل زمستان اینها اتاقهایی دارن، امکاناتی دارن، اصولا یه بخشهایی دارن که دادن دست بسیج، آب و برق و امکانات گاز اینها هم مجانی است، این از حوزه عمومی از جیب ملت اینها تامین میشن برای تمام خدماتی که دارن. اما در اینها بر روی مردمی که شبها در خیابان میمانند و یخ میزنن متاسفانه باز نیست. اصولا خدمتون عرض کردم نهادهای مذهبی در ایران فعالیتشون فقط متمرکز بر تبلیغ مذهب، جمع‌آوری منابع برای قدرت گرفتن بیشتر این نهادها، و خب در دوران پهلوی هم همه تلاششون بر این بود که قدرت بگیرن تا قدرت سیاسی رو بگیرن. امروز عمده منابع کشور هم در اختیار اینها هست. اینها هیچ کمکی به مردم نمی کنند و متاسفانه در برخورد با معضلات اجتماعی هم معمولا ایده هایی که عرضه میشه از سوی اینها، حالا مردم عادی، مردم بی پناه از نظر اینها، حتی در از حیوانات هم، حیوانات اهلی هم یا پستارن یا در مقام اونها بهشون نگاه میشه. نگاه کنید شهرداری تهران با سگهای ولگرد یا شهرداری دیگر شهرها با سگهای ولگرد چه میکنند؟ اونها رو میکشند. یا با گربه ها میخواستن چیکار کنن؟ رو عقیم کنن. الان طرح شده توسط برخی از مقامات جمهوری اسلامی که باید این بلخص خانوم های بی خانمان رو باید عقیم کرد، که کار جنایت پیشه ایست، کار رژیم های فاشیستی هست. اینها روش هایی هم که دارن با انسان ها به صورت حیوان، نه به صورت برد. من در یه برنامه خدمتون عرض کردم که به زنها به شکل برده نگاه میکنند، در بعضی موارد حتی به شکل برده هم نگاه نمیکنند، به شکل حیوان با مردم برخورد میکنند. این ماجراییست که متاسفانه، یعنی در واقع نگرشیست که اینها نسبت به مردم در داخل کشور دارن. اما این نهادها واقعا امروز دارن چه میکنند؟ این نهادها در داخل کشور خدمتون عرض کردم دستگاه تبلیغاتی و بوخهای تبلیغاتی حکومت هستند و ایدئولوژی خشونت و تنفر و تقلب رو بست و گسترش میدن. خرافات، حرفهای بی اساس، حرفهای بی پایه، داستانها، خواب دیدنها، اینا عمدتا از بلندگوهای مساجد و امامزاده ها این گونه حرفها در ایران شنیده میشه. اما در سطح بین المللی تلاش اینها نوعی گسترش شبکه تروریستیشون هست. تلاش میکنن با دولت‌های دیگه، دولت‌هایی که مثل خودشون هستن، ارتباط برقرار کنن. اخیراً در دانشگاه امام صادق که فرزند آقای، سیستم موروثی هم داره، فرزند آقای مهدوی کنی اون رو اداره میکنه، مراسم بزرگداشتی برای مرگ آقای فیدل کاسترو که کمونیست بوده، برای اون مراسم بزرگداشت برگزار کردند و در این مراسم بزرگداشت هم روحانیون و در واقع اسلامگراهایی که با اونها همکاری میکنن در این مراسم شرکت کردن. کاملا خودشون رو همپیمان با جریان ضد غربی، ضد آزادی و ضد بشریت میدونن، با کره شمالی، با کوبا، با حزب کمونیستی در چین و آقای پوتین، اینها خوب روابط بسیار نزدیک و رفیقانه ای دارند. خب اما به شکل نهادینه تلاش اینها بر این بوده است که یک شبکه تروریستی در کل عالم ایجاد کنند. منتها ظاهر شبکه تروریستی نیست، ظاهر شبکه جهانی تبلیغات اسلامی هست. در همین هفته گذشته آقای ابراهیم رئیسی که رئیس آستان قدس هست و یکی از سه نفر گروهی است که قتل‌های هزاران نفری رو در سال 67 با دستور آقای خمینی انجام میدادن به عنوان حاکم شهر، ایشون تعریفی کرده بود از این شبکه جهانی
اشاره کرده بود به شیخی در نیجریه به اسم آقای زکزاکی. ایشون میگه که امروز هزاران شیخ زکزاکی و شیخ نمرها تربیت شده، از زیرا قرار نیست انقلاب متوقف شود. خب این شیخ نمر همین روحانی بود که در عرب شیعی بود که در عربستان علیه حکومت برپا خواسته بود و اونها اعدامش کردند. اینها در واقع نوع دستاوردهای حوزه های علمیه در گرفتن طلاب خارجی عمدتاً از این جنس هست. طلاب رو میگیرن، اینها رو تعلیمات لازم رو بهشون میدن و بعد هم در اون شبکه جهانی اینها رو تأمین میکنن، مسجد بسازن، حسینیه بسازن، تلاش میکنن از این جهت قدرت شیعه رو، قدرت سیاسی و نظامی شیعه رو در دنیا بحث بدن. خب توجیهش چیه؟ توجیهش رو این آقای ابراهیم رئیسی به صراحت گفته، میگه امروز جهان اسلام به این نتیجه رسیده است. حالا چجوری جهان، ایشون نه همه نظرات جهان اسلام رو میدونه، اون رو بگذاریم، که تنها مکتب عقلانی که میتواند جامعه بشری به او اعتماد کند مکتب ائمه اطهار است. این حرفی است که اینها صدها سال زدن که همه دنیا محتاجن که حرفای ما رو بشنوند. در ادامه ایشون میگه بسیار از کشورهایی که در گذشته مانع فعالیت علما و دانشمندان دینی شیعه بودند امروز طالب فعالیت ها هستند. این طالب فعالیت ها هستند معنیش در واقع این است که ما یه طلابی رو میگیریم، اینها رو آموزش میدیم، بعد بهشون پول میدیم، امکانات میدیم، میفرستیمشون تو کشور خودشون که اونجا مسجد درست کنن، امامزاده درست کنن، با ما در ارتباط باشن، در واقع تبدیل بشن به پایگاه تروریستی برای جمهوری اسلامی. جاسوسی میکنن در همه جای دنیا، اینا اطلاعات رو جمع میکنن، از اون جوامع به حکومت میدن، گروهایی رو آماده میکنن برای فعالیت‌های خرابکارانه، برای فعالیت‌های تروریستی، برای گرفتن اسلحه، توزیع اسلحه، کارهایی است که این تأسیسات امروز در دنیا داره انجام میده. خب یک نهادی در قم تأسیس شده در سالهای اخیر به اسم جامعة المصطفی. این جامعة المصطفی یک مدرسه دینی بزرگی است با امکانات، در واقع دانشگاه بسیار بزرگی است با امکانات عجیب و غریب که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه داره و فعالیتش هم متمرکز هست بر همین موضوع که طلابی رو از جای، در واقع محصلانی رو به عنوان تعلیمات مذهبی از همه جای دنیا میگیره و اینا رو تربیت کنه به عنوان در واقع هسته های تروریستی، هسته های اسلامگرایی، اینا رو به کشورهای دیگه بفرسته. دیوان سالاری شیعی در دوران آقای خامنه‌ای به نحو بادکنکی در حال بست و توسعه بوده. منابع حکومتی و دولتی به وفور در اختیار نهادهای دینی شیعه قرار می گرفتن تا این نهادها برنامه جهانی نهادسازی، تبلیغ و آموزش طلبه خودشون رو محقق کنن. در کنار اینها در واقع این بخشیست از مجموعه استراتژی هایی که جمهوری اسلامی برای بست امپریالیسم شیعی ابتداعاً در منطقه و بعد در کل دنیا داره دنبال می کنه. حالا غیر از اینکه اینها میخوان تک تک آدم ها رو، چون معتقدن همه منحرف هستن، همه کافر هستن غیر از شیعیان، خب نتیجه این حرف این است که باید تک تک آدم ها رو شیعه کرد دیگه. غیر از شیعه سازی تک تک شهروندان روی زمین، اینها به دنبال این هستن که تشکیلات درست کنن، سازماندهی درست کنن و در همه کشورها نهاد داشته باشن. علارغم ادعای سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی بر علم که یک دروغ بزرگ هست، عمدتاً نهادهای دینی هستند در ایران که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان از بودجه‌های حکومتی که تحت نظر آقای خامنه‌ای هست، بودجه‌های دولتی و بودجه‌های عمومی مثل شهرداری‌ها به خودشون اختصاص میدن. این بودجه‌ها غیر از منابعی است که به شکل رانت مثل ارز ارزون قیمت، ترخیص مجانی کالا در گمرک، معافیت مالیاتی، وام کم بهره در اختیار شرکت‌های صنعتی و خدماتی قرار می‌گیره که به پشت قباله روحانیون قرار گرفته و اونها از این منابع دارن استفاده می‌کنن برای بست دیوان سالاری شیعی در دنیا. معاون ارتباطات و بین‌الملل این جامعة المصطفی که یک مدرسه است بسیار بزرگ در قم که طلاب غیر ایرانی رو اینا میارن اونجا و تربیت میکنن
و همه تلاششون است که اگه شیعه نیستن شیعه شون کنن، اگه شیعه هستن انقلابیشون کنن، بشن پیرو آقای خامنه ای و برن و پیام های ایشون رو در همه جای دنیا پخش کنند. ایشون میگه در حال حاضر بیش از 30,000 فارغ التحصیل جامعة المصطفی به جامعه بشری تقدیم شده است. این تا سال 92 بوده. به گفته رئیس این مدرسه دینی، امروز 30,000 نفر از 120 ملیت در حال تحصیل در این مرکز هستند. 30,000 دانشجو داره. شما ببینید 30,000 دانشجو رو از نقاط مختلف دور، اینا یک کدومشون یک در واقع قران یا پنی شهریه نمیپردازن. شما هزینه تحصیل اینها، هزینه مسکن اینها، هزینه غذاشون، بهداشت مجانیشون، همه اینها از جیب مردم ایران داره پرداخته میشه. برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یه عده رو تربیت کنه و بعد هم اینها تموم نمیشه که برن، بعد هم به اینها پول بده، با چمدان برای اینها دلار بفرسته در نقاط مختلف دنیا، اینا آدم جمع کنن، شبکه درست کنن، برای اینکه جمهوری اسلامی هر وقت بخواد در اون کشورها آشوب به راه بیاندازه. این هدف اصلی است که این مدرسه داره. همونطور که عرض کردم همه این طلاب به شکل کاملا مجانی به هزینه مردم ایران تحصیل میکنند. این جمعیت انبوه طلاب بار زیادی رو بر نظام آموزش عمومی کشور گذاشته. حدود 1,000 نفر از فرزندان طلاب غیر ایرانی دانشجو هستند، به شکل مجانی در دانشگاه ایران تحصیل میکنند. حدود 7,000 نفرشون دانش آموز هستند، فرزندانشون که باز به هزینه مردم ایران به مدرسه میرن. شما قم وقتی برید، شهرک های بسیار گسترده ای با امکانات بسیار عالی، اصولا تصوری که از گذشته بسیاری از افراد از قم و حجره ها داشتن، حجره های تنگ و تاریک، اون تصور دیگه تصور مال دوره های عصر حجر هست. امروز طلابی که در قم دارن تحصیل میکنن از بهترین خوابگاه ها، بهترین امکانات، شهرک هایی که نای درشون زندگی میکنن، همشون استخ دارن، زمین تنیس دارن، همه جور امکاناتی رو که جیم دارن، از همه جور امکاناتی که در دیگر نقاط دنیا هست، این شهرک ها امروز برخوردار هستن. همه که هزینه های اینها هم از جیب مردم ایران داره پرداخت میشه، بدون اینکه در یک مورد از مردم سوال کرده باشن که آیا شما واقعا میخواید این هزینه ها رو بپردازید یا نمیخواید بپردازید. تصمیماتی است که روحانیون گرفتن و امروز متاسفانه دارن این تصمیمات رو اجرا میکنن، برخلاف دانشجویان دانشگاه ها که همشون در 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر رو در یک اتاق جا میدن و در شرایط بسیار دشواری دانشجوها زندگی میکنن. بسیار دانشجوها اصولا خوابگاه ندارن، حتی در دانشگاه دولتی باید در نوبت بمونن. برخلاف اونها همه طلاب خارجی با خانوادهشون از خوابگاه و بیمه بهداشت و درمان مجانی استفاده میکنن. این جامعة المصطفی فقط هم در تهران، در قم فقط نیست چیزش، تأسیساتش، امروز در مشهد، اصفهان، گرگان، قشم، تهران و تبریز هم شعباتی رو داره و مجموعه رو داره سامان میده و هیچ کجا هم اینطور نبوده است که اگر کسی برای اونجا تقاضای تحصیل بده او رو رد کنند. حد اکثر افراد چون اینا بودجه های نامحدود دارن، اینطور نیست که بگن حالا ما سالی مثلا 5,000 نفر میگیریم، 7,000 نفر میگیریم و پروندهش بسته است. هر چقدر افراد برن جا هست، چون از منابع عمومی، درآمدهای نفتی، دلارهای نفتی اینا استفاده میکنند و این کارها رو دارن دنبال میکنند. در همین مصاحبه‌ای که یکی از مسئولان جامعة المصطفی داشته، ایشون میگه در جای جای دنیا با نزدیک به 1,000 مرکز در ارتباطیم. خب این مراکز کیا درست کردن؟ همین فارغ التحصیلای اینها. پول این مراکز رو کی میده؟ پولش هم جمهوری اسلامی میده. خب اینها کدوم مراکز هستن؟ میگه در 3 گروه تابعه، پیوسته و همکار دستبندی میشن. افزون بر این در 60 کشور دنیا نیز حضور داریم و به دنبال حضور در 100 کشور هستیم. خب همه اینها هزینه داره، اینها مجانی که انجام نمیشه که. تمام این هزینه ها بر دوش مردم ایران هست. چرا؟ برای اینکه روحانیت شیعه به دنبال این هست که یک شبکه بین المللی تروریستی از
فارغ التحصیلانی که در چارچوب ایدئولوژی اسلامگرایی شیعه پرورش پیدا کردن این شبکه رو به شکل جهانی اینها گسترده کنن. خب نتایجش رو شما برخیش رو در نیجریه دیدید، اینا قیام کردن، دولت نیجریه با اینا برخورد کرد، تعدادشون رو کشت. اینا نتیجه در واقع حاصل رفتارهای جمهوری اسلامی هست. در بحرین هم همینطور، این روحانیونی طلابی که فعالیت‌های رو انجام میدن عمدتا فارغ التحصیلای ایران هستن. در عربستان بخش شیعه نشینش داستان به همین شکل هست. در افغانستان گروه هایی که با جمهوری اسلامی فعالیت میکنن عمدتا تحت تاثیر همین جریان هستن. اینها متاسفانه نکاتی است که از چشم دولت های غربی پنهان مونده، اصولا به اینها توجهی نمی کنن که جمهوری اسلامی از چه مسیرهایی داره شبکه سازی میکنه در دنیا و این شبکه سازی چقدر خطرناک هست. جمهوری اسلامی پدرخوانده داعش هست. داعش در مقابل جمهوری اسلامی اصولا پدیده بسیار کوچکی است. جمهوری اسلامی برنامه دراز مدت داره و داره تلاش میکنه که هم در جنبه های تبلیغاتش، هم در جنبه های بست سلاحش و هم در جنبه های مداخله های نظامیش و فعالیت های امنیتیش بسیار فراتر از داعش داره عمل میکنه. متاسفانه دولت های غربی با خطر امنیتی جمهوری اسلامی آنچنان که باید و شاید برخورد نمی کنن، چون این خطر رو جدی نمی گیرن. هر روز میگن، البته مقامات سپاه، روحانیون هر روز حرفشون روشن هست، میگن ما آقای دنیا هستیم، تا روزی هم که رئیس جمهور امریکا شیعه نشه و نیاد خدمت آقای خامنه ای یا رهبر بعدی پابوسی نکنه و اعلام نکنه من مقلد آقای خامنه ای هستم یا رهبر جمهوری اسلامی هستم، این دعوا ادامه داره. هدفشون روشن گفتن، مثل هیتلر که هدفش این بود که تمام دنیا رو اشغال کنه، اینا هم اهدافشون رو کاملا گفتن و دارن بر اون اساس متاسفانه عمل میکنن. اینکه برخی، حالا چه در داخل کشور چه در ایرانیان خارج کشور، نمیخوان این حرفا رو بشنون، این حرفا رو جدی نمیگیرن، فکر میکنن اینا شوخیه. نه، اینا حرفای جدی است و این حرفا رو دارن اینها بهش عمل میکنند، هم در نهادسازیشون، هم در دیوان سالاری های مذهبی و نظامیشون، هم در تلاش هایی که برای ساختن سلاح های کشتار جمعی دارن، چه میکروبی، چه هسته‌ای، چه بیولوژیک، اینها رو دارن دنبال میکنن و کاملا هم مصر هستن. افرادی هم هستن که واقعا در کارشون جدیت دارن، شوخی با دنیا ندارن. منتها خب متاسفانه مردم ایران یا بسیاری از فعالین این حرف ها رو جدی نمیگیرن. من در بخش دوم، در بخش های دیگر برنامه تلاش میکنم که این موضوع رو با تفصیل بیشتری، مسئله جامعه المصطفی و شبکه جهانی که اینها دارن میسازن، این رو با تفصیل بیشتری خدمتتون توضیح بدم. ادامه میدم بحث رو با توضیح بیشتر در مورد جامعه المصطفی و فعالیت هایی که این مدرسه دینی برای بست شبکه جهانی تروریسم شیعی در دنیا داره انجام میده، برای جذب نیرو و برای سازماندهی و ایجاد تشکیلات در کشورهای دیگر. عرض کردم خدمتتون که اینها امروز در حدود 60 کشور فعال هستند، با حدود 1000 مرکز، که این مراکز عمدتا توسط فارغ التحصیلای مدارس دینی در ایران در واقع در توسط اونها شکل گرفته، تأسیس شده و امروز با دلارهای نفتی ایران داره اداره میشه. با این مراکز همینا دارن کار میکنن. در جامعه المصطفی حدود 300 رشته و گرایش تعریف شده که اینها عمدتا همین تعالیم مربوط به شیعی هست: فقه، اصول، تفسیر، عرفان، منطقه عرفانی که روحانیون قبول دارن، همه اینا باید از صافی تایید روحانیون بگذره. اصولا در قم تحصیلات مذهبی متوجه به شناخت دین نیست، متوجه به این هست که افراد هرچه بیشتر عمیق‌تر باورهاشون رو عمق بدن نسبت به شیعه، نسبت به رهبری شیعه.
یک دستگاه تبلیغاتی بزرگ هست. آموزش‌ها آموزش‌های تبلیغاتی است، آموزش‌های شناختی نیست. اینطور نیست که فردی بره و اونجا به شکل کاملا علمی به او بگن که تاریخ فقه شیعه چی بوده. چنین نیست. همه تلاش مدرسین بر این هست که افراد رو باورمند به اون فقه بار بیارن، تلاش بر این هست که افراد رو معتقد بار بیارن. اینطور نیست که اطلاعات و دانش به افراد عرضه کنن و اونها رو آزاد بگذارن که میان اینها انتخاب کنن. در این حوزه های دینی شیعه، چه برای طلاب ایرانی چه برای طلاب خارجی، شما حرفی از ادیان دیگه نمیشنوید که اینها با هم مقایسه بشه. مثلا رشته دینشناسی، رشته الهیات ادیان، چنین چیزهایی نیست. متمرکز هست بر این که افراد با تعالیم شیعه آشنا بشن، فقه و اصول و عقاید و کلام و اینها، و بعد برن اینها رو تبلیغ کنن، به مردم عرضه کنن. در کنار آموزش های حضوری، اینها آموزش مجازی هم دارن، آنلاین هم درسهایی رو عرضه میکنن برای کسانی که حالا مجبورن اونجا رها کنن یا اینکه از دور میخوان این آموزش ها رو پیدا کنن. رشته های تحصیلی هم به 4 زبان عرضه میشه، چون میدونن که طبعا بسیاری از طلاب به زبان فارسی یا زبان انگلیسی آشنا نیستن، به زبان های دیگر هم این آموزش ها رو عرضه میکنن. غیر از دوره های بلند مدت، دوره های کوتاه مدت هم دارن. بنا به قول این مسئول جامعه المصطفی، 120 دوره کوتاه مدت عرضه میشه به افراد مختلف. در حوزه هایی هم اینها ظاهرش اینطور هست که میگن داریم کار پژوهشی میکنیم، اما واقعا کار پژوهشی نیست. اینها همین دفترچه هایی رو، دستورالعمل هایی رو تهیه میکنن برای فعالیت های تبلیغاتی، به 40 زبان دنیا اینا رو تهیه میکنن و عرضه میکنن. ببینید چه هزینه هایی فقط صرفا برای ترجمه این مطالب داره انجام میشه. در همین جامعه المصطفی 180 انجمن فرهنگی، نزدیک به 100 مجله، 4000 انجمن طلبگی با 8000 عضو و 100 سایت اینترنتی فعال هستند. فقط شما ببینید چه هزینه عظیمی داره که شما این گونه فعالیت ها رو سامان بدید، سازمان بدید و افرادی رو درش درگیر کنید. عرض کردم سالانه حدود 100 میلیارد تومان بودجه های اینها هم دقیقاً روشن نیست. فقط اون بخشی رو که از دولت به اینها اختصاص میدن در بودجه عمومی میاد، اون روشنه. سالی 200-300 میلیارد تومان هست. اما اینها فقط بودجه هاشون رو از دولت نمیگیرن، از بیت رهبری هم میگیرن. کارخونه ها و شرکت هایی هم پشت قباله هاشون زده شده که از اون امکانات اینها استفاده میکنن. سرمایه گذاری های انجام شده در این دانشگاه و بودجه 700 میلیارد تومانی سالانه اون صرفاً به نظر من در چارچوب جاه طلبی های امپریالیستی اسلامگرایان شیعه برای بست نفوذ ایدئولوژیک خودشون در منطقه خاورمیانه، شرق و جنوب آسیا و شمال آفریقا عمدتاً قابل فهم هست. البته اینها در کشورهای اروپایی هم میگیرن افرادی رو که تغییر دین میدن، میان ایران و بعد اینها رو آماده میکنن برای اینکه اگر روزی خواستن استفاده کنن، حداقل اگر هم عملیات تروریستی رو انجام ندن همواره تهدیدش رو دارن. مرتب مقامات سپاه، روحانیون میگن که اگر ما روزی بخوایم میتونیم در اروپا و امریکا فعالیت های تروریستی علیه، به مقامات رسمی دولتی غربی اینها رو میگن، در تریبون ها میگن، چیزایی نیست که اینها پنهان کنن. میگن ما افرادی رو داریم، سلول های خفته ای رو داریم که میتونیم اینها رو بیدار کنیم. میخوام همیشه این چاقوی تهدید رو، ارعاب رو، همونطور که بر سر مردم ایران نگه داشتن، بر سر دیگر بخش های دنیا هم نگه دارن. تصوری که مدیران این مؤسسه از خودشون دارن معرف این نوع جاه طلبی ها هست. رئیس جامعه المصطفی در سال 93 در مصاحبه با خبرگزاری حوزه میگه حوزه علمیه قم روند بسیار اعجاب آوری داشته و امروز به مرکز اصلی نشر علم و معارف اسلام اصیل در جهان اسلام مبدل شده است و سرویس های اطلاعاتی تمام حرکات آن را رصد می کنند. ببینید خیلی روشن هستا، ایشون نمیگه که ما فقط داریم کار علمی می کنیم. می دونن که فعالیتشون فعالیت های مبتنی است بر ترویج اسلامگرایی، ترویج اسلامگرایی شیعه، بست تروریسم، و به همین دلیل هم هست که سازمان های اطلاعاتی دنیا
متاسفانه اخیراً در طول 30-40 سال گذشته چشماشون رو بسته بودن، ولی اخیراً نسبت به اینا حساس شدن، میدونن که فعالیتشون فعالیت‌های امنیتی است، فعالیت‌های جاه‌طلبانه و امپریالیستی است و طبعاً سرویس‌های اطلاعاتی در دنیا نسبت به فعالیت‌های اینها حساس شدن. جامعه این مدرسه جامعه المصطفی تنها یکی از سازمان‌هایی است که در کار بست اسلامگرایی شیعه و برنامه‌های تروریسم شیعی در دنیا هست. اینها سازمان‌های دیگری هم دارن که حالا من در برنامه‌های دیگه بهشون خواهم پرداخت. این سرمایه‌گذاری و این بست متأسفانه در ایران در حالی صورت می‌گیره که توسط جمهوری اسلامی، در حالی صورت می‌گیره که نهادهای دینی رقیب در دنیا، مسیحیت خب ضعیف‌تر عمل می‌کنه نسبت به اینها، منابع کمتری رو داره و در جوامع غربی هم اینها از نفوذ چندانی، نفوذشون مرتب در حال کاهش هست، نفوذ کلیسا. خب اینها از این خلایی که وجود داره، اسمش مثلا خلای معنوی نیست، این در واقع فاصله گرفتن جوامع غربی است از مذهب. گروه‌هایی هم که اینها جذب می‌کنن عمدتاً گروه‌های چپ هستن که با جامعه خودشون، با شرایط خودشون مشکل دارن، افراد مشکلدار رو جذب می‌کنن. عمده کسانی رو که، حالا جالب هست این موضوع، در همه کشورها هم این موضوع کاملاً قابل نشون دادن هست، اکثر افرادی رو که اینها جذب می‌کنند، چه اسلام‌گرای شیعه و چه اسلامگرای سنی در کشورهای غربی، اینها مجرمان هستند، کسانی هستند که در زندان قرار گرفتن و با جامعه خودشون به یک طریقی بالاخره مشکل دارن، آدم کشتن یا تجاوز کردن یا دزدی کردن. اینها رو اینها میتونن راحت‌تر جذب کنن با آموزه‌های ضد غربی، که افرادی که متنفر هستن از جامعه خودشون به دلیلی که جامعه اونها رو به زندان پرت کرده، اینها رو جذب می‌کنن. مهمترین مرکز جذب نیرو برای گروه‌های اسلامگرا در امریکا و در اروپا زندان‌ها هستند. خیلی راحت میتونن از این زندانی‌ها جذب سازمان‌های خودشون کنن. اینها وقتی که میان بیرون، چون فکر می‌کنن مذهب به اینها کمک کرده که هویتی پیدا کنن، خب طبعاً فعال‌تر هم این گونه این داستان‌ها رو دنبال می‌کنند. این رشد بادکنکی که دیوان سالاری شیعه داشته، در دیوان سالاری تبلیغات مذهبی شیعه در دنیا داشته، خب بخش قابل توجهش ناشی از دلارهای نفتی، سرمایه هایی است که از کشور داره به این سمت هدایت میشه. اون طرفش هم ناشی از مشکلات اجتماعی است که در کشورهای غربی وجود داره یا در برخی از کشورهای شمال افریقا، مشکلات اجتماعی که وجود داره، اینها تلاش میکنن که افرادی رو که بازنده هستن، این بازنده ها رو جذب کنن. خب معمولا این بازنده ها به ایدئولوژی های بازنده، به ایدئولوژی های خشونت و تنفر راحت تر هم جذب میشن. نمودارهایی وجود داره. اگه نموداری رو اخیراً در اکانومیست من دیدم گذاشته بود، عنوان نمودار هست Breaking the Habit. این نمودار به خوبی نشون میده که تعداد کشیشان و راهبه های کاتولیک در طی 40 سال گذشته از حدود 1,000,000 به حدود 700,000 نفر رسیده. تعداد کشیش هم در آفریقا و آسیا رشد بسیار اندکی داشته، اما هم تعداد کل کشیش ها ثابت مانده و هم از تعداد راهبه ها به شدت کاسته شده. خب این رو شما مقایسه کنید با فعالیتی که دیوان سالاری شیعه در سالهای اخیر داشته. اینها میخوان فضایی رو که براشون خالی شده از اینکه در واقع دین کاتولیک داره بخشی از نیروهاشو از دست میده، میخوان اون فضا رو پر کنن با تزریق دلارهای نفتی به دیوان سالاری مذهبی و تأمین نهادهایی که در اون کشورها تأسیس میشه. هر کدوم از این طلبه های فارغ التحصیل جامعه المصطفی، اینها بیکار نمیمونن، اینها برمیگردن به جامعه خودشون و اونجا محل روحانیت هم
اینطور نیست که کاری انجام بده، فعالیت مولدی داشته باشه، اینها باید پول برسه براشون. این پولها همون دلارهای جمهوری اسلامی است که در اختیار اینها قرار میگیره. ما به دقت نمیدونیم که جمهوری اسلامی در 25 سال اخیر چند مسجد شیعی در دنیا ساخته، چه تعداد مبلغ به کشورهای مختلف اعزام شده، با چه هزینه هایی، و میزان حقوق روحانیون شیعی که از جمهوری اسلامی حقوق میگیرن یا برای تأسیساتشون بودجه میگیرن، اینها چقدر هست. اینها کاملا ارقامش پنهان هست، اینها رو در اختیار مردم قرار نمیدن. طبعا این سوالات رو تک تک شهروندان ایرانی باید از مقامات خودشون، از رئیس دولت، از اعضای مجلس، از شخص آقای خامنه ای، کسانی که میرن پیش ایشون، این سوالات رو باید بپرسن. اما کسی جرئت نمیکنه این چیزا رو بپرسه. بسیاری هم هستن که اصولا این مسائل براشون مسئله نیست، چون فکر میکنن که در واقع نگرشی که به حکومت داری دارن نگرش اهل عصر مغول هست، که اینها یک قومی هستن اومدن جایی رو اشغال کردن، منابع نفت رو گرفتن و حقشون هست، چون زور دارن، قوه قاهره دارن، اسلحه دارن، اینها از این منابع استفاده میکنن. قرار نیست به کسی توضیح بدن. در چارچوب سلطه و اشغال به اینها نگاه میکنن. واقعا هم اینطور هست. متاسفانه روحانیت شیعه همانند صدر اسلام ایران رو اشغال کرده. مردم ایران تحت شرایط اشغال زندگی میکنن و خودشون متوجه نیستند. البته وقتی که انتقاد میشه از حکومت، برای اینکه بسیاری، نه همه، بسیاری برای اینکه پوز ملی گرایی بدن، تصورشون این هست که این حکومت از خودشون هست. اما این ملی گرایی به نظر من پوچیست، چون در این کشور اشغال شده شما نمیتوانید از اشغالگران به عنوان رهبران ملی یاد بکنید. این ملی گرایی نیست که کشور اشغال شده ای رو کاملا توجیه کنیم، چون سپاه میلیون ها نفر باش کار میکنند، چون قرارگاه خاتم صدها هزار نفر رو اشتغال داده، برابر این نباید به سپاه کار داشت. سپاه رو باید رها کرد. سپاه نباید تحریم اقتصادی بشه، دستگاه رهبری نباید تحریم بشه، چون برای صدها هزار نفر شغل ایجاد کرده. اینا اشغالگرند و بسیاری از مردم ایران مجبورن که با این اشغالگران همکاری کنن برای اینکه زندگی روزمرهشون رو بگذرونن. این توجیه نمیکنه اشغالگری رو، اینکه دستگاه های نظامی در کشور همه مقدرات کشور، اقتصاد کشور رو در اختیار داشته باشن. اینها مشروع نمیشه. قدرت و زور و اسلحه برای دولت‌ها مشروعیت به بار نمیاره. گسترش طلبی شیعه در سطح بین المللی در یک دهه اخیر تا اون حد بوده که به جنگ شیعه و سنی متاسفانه در منطقه دامن زده و احساس تهدید در میان اهل سنت ایجاد کرده. احمد و طیب شیخ الازهر در دیدار با خزیر الخزائی، معاون رئیس جمهور عراق و هیئت همراهش، خواستار توقف تلاش برای انتشار مذهب شیعه در مصر شده و اون رو شرطی برای برگزاری نشست گسترده علمای دین برای تحقق نزدیکی، تفاهم و همکاری مشترک به نفع اسلام و مسلمانان دونسته. در مالزی هم مقامات دولتی نسبت به فعالیت‌های ترویجی شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی هشدار دادن، چون اینها میرن اونجا و این گونه بست مذهب، اقلیت درست کردن، تأسیسات درست کردن، اینا مایه تنش‌های مذهبی است و این تنش‌های مذهبی در دنیایی که اصولاً تسامح و تساهل وجود نداره، چه از طرف اهل سنتش چه از طرف شیعیانش، یک کلیسا رو نمیتونن تحمل کنن، یک جمعیت بسیار کوچیک یهودی یا مسیحی رو نمیتونن تحمل کنن. اخیراً دیدم در افغانستان فقط یک نفر یهودی زندگی میکنه. اینها خب مایه تنش و مایه کشت و کشتار هست. کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه نتیجهش خونریزی است. این تلاش هایی که برای بست شیعیگری در کشورهای مختلف اسلامی امروز در جریان هست. در سطح ملیش هم اگر نگاه بکنیم، بر اساس اعلام معاونت تبلیغ حوزه علمیه در سال تحصیلی 91-92، بیش از 1 میلیون نفر از روحانیون با مدارس همکاری داشتند.
اینو معاونت تبلیغ حوزه علمیه میگه. این 1,000,000 نفر ببینید چه جمعیت عظیمی در کشور امروز به عنوان روحانی و طلبه در این کشور دارن زندگی میکنن و منابع کشور چجوری داره صرف اینها میشه. آقای روحانی و دولتش اینا بارها اعلام کردن که بودجه فعالیت‌های عمرانی در کشور وجود نداره و از همین جهت هم شغل در کشور ایجاد نمیشه، چون عمده منابع کشور رو اینها دارن میبلعند. شما 1,000,000 آدم دارید که هیچ کاری نمیکنن، در بهترین شرایط هم دارن زندگی میکنن. خب اینها منبعی برای کشور باقی نمیگذارن، تمام منابع رو قورت میدن. بر اساس اعلام این معاونت تبلیغ، یک زنگ اذان و نماز در مدرسه وجود داره، اونم الزامی هست، بخشنامش هم به تمام مدارس داده شده و در همه مدارس نماز جماعت برگزار میشه. در سال حدود 70,000 نفر روحانی از دستگاه‌های مختلف فرهنگی با هدف رفع شبهات دینی، یعنی که مردم رو توجیه کنن، اگر سوالی دارن، شک و تردید دارن، اینا رو رفع و رجوع کنن و فعالیت‌های تبلیغی به مدارس اعزام میشن. در سال 91، این آمار وزیر آموزش پرورش هست، در سال 91 بیش از 13 میلیون نفر ساعت برای بیش از 150 هزار نفر فرهنگی دوره آموزشی اخلاق دینی برگزار شده. معلم‌ها مدام تحت در واقع فعالیت‌های شستشوی مغزی توسط روحانیون قرار می‌گیرن. این فعالیت‌ها فعالیت‌های معمولاً بی‌حاصلی هم هست، چون افرادی که در این جلسات شرکت می‌کنن فقط برای اینکه ارتقای شغلی پیدا کنن، کارشون نگه دارن، میان اونجا می‌شینن و چرت می‌زنن، میان بیرون. اینها اگه قرار بود که مردم رو با اخلاق دینی بار بیاره، باید با یه چیز دیگه ما مواجه بودیم امروز در جامعه ایران. مردم ایران نه اخلاق دینی دارن، نه اخلاق عقلانی دارن. با این حکومتی که وجود داره، اصولاً چارچوب‌های اخلاقی در ایران در حال فروپاشی بوده. اینها معلومه که تأثیرات چندانی نداره. مهمترین تأثیرش اینه که فقط برای روحانیون اینها کار درست میکنن. خب نتیجه این فعالیت‌های دیوان سالاری دینی شیعه در ایران این بوده که این دیوان سالاری به یک مجموعه نهاد دولتی تبدیل شده با بودجه های عظیم و آموزش های اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه فقیهان، با ترویج ایده ولایت فقیه، درست کردن یک سازمان اداری غیر شفاف و غیر پاسخگو و پشتیبانی کامل از استبداد مذهبی در ازای دریافت منابع عمومی که یکی از موانع جدی گذار به دموکراسی در ایران هست. مجموعه این نهادها از استبداد مذهبی و شیرهای نفتی که در اختیار ولی فقیه هست ارتزاق میکنن و ایده هاشون هم در خدمت کنترل سیاسی و ارعاب عمومی هست. از همین جهت هم هست که من در این مجموعه برنامه تلاش کردم این ایده رو مدام به شما انتقال بدم که روحانیت شیعه و مجموعه فعالیت‌هایی که روحانیت شیعه داره انجام میده سم خطرناک است برای هر گونه پیشرفت، هر گونه اصلاح و هر گونه بازسازی جامعه ایران. شما بخواید دموکراسی در ایران را بندازید، اینها میلیون ها نفر آدم رو نانخور دولت کردن، میلیون ها نفر آدمی که نه تنها کار مفیدی انجام نمیدن بلکه هر روز کار مضر انجام میدن. هر دولتی که امروز در ایران بر سر کار بخواد بیاد و بخواهد این جامعه رو اصلاح کنه، با این خیلی عظیم جمعیت بیکار که انگلوار از منابع عمومی دارن استفاده میکنن روبرو میشه. کار بسیار دشواری است. بسیاری از مسیرهایی که در جمهوری اسلامی رفته شده اینا برای این هست که اصولا این جامعه اصلاح ناپذیر بشه. حالا من نمیگم اصولا اصلاح ناپذیره، اما اصلاح در ایران، اصلاح روندها، فرایندها، سیاستها در ایران بسیار دشوار هست. بخشیش خب نهادهای مذهبی است، بخشیش نهادهای نظامی هست. متاسفانه امروز نظامیان در همه جای کشور حضور دارند، در اقتصاد، در رسانه ها، در مسائل اجتماعی، در هر جا که شما برید افرادی یا عضو سپاه بودند یا امروز هم هستند. اینها در انواع فعالیت ها
حضور دارن، شرکت‌های بزرگ، فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً دست همین هاست. کشور رو پاسدارها و روحانیون اینها به یک معنا میشه گفت که غارت کردن، تاراج کردن و در حال اشغال نگه داشتن. به همین دلیل هم هست که تحول در ایران امروز بسیار دشوار شده، چون بسیاری از مسیرهای تحول رو اینها بستند. روحانیت شیعه در دشوار کردن یا در مواردی غیر ممکن کردن، عملا غیر ممکن کردن اصلاح و تغییر و توسعه کشور، نقش بسیار مخربی رو داشته. این نهاد نهادیست مهلک، نهادیست بسیار خطرناک، و تا تک تک شهروندان ایرانی از مهلک و خطرناک بودن این نهاد به خوبی آگاه نشند، من امکان تغییر رو در ایران بسیار دشوار میدونم. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه ششم از دوره هفدهم برنامه‌های در غیر این صورت. همچنان از نظرات شما، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون استفاده میکنم، هم برای من بفرستید هم برای تلویزیون اندیشه. در بهبود این برنامه‌ها حتما به ما کمک میکنید. تا هفته آینده و در برنامه دیگر، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.